سال 2009 شروع به کار Angry Birds. توی اوایل سال 2009 بودش که کارکنان شرکت روویو شروع به بررسی پیشنهادها برای ساختن بازی جدید کردن. یکی از این پیشنهادها مربوط به بازی بود که یه سری پرنده بدون بال قراره به یه سری سازه دمیج وارد کنن. معلوم نبودش ساپورت کنن. Angry Birds Halloween، یه نسخه اختصاصی از Angry Birds مخصوص هالووین که توی اکتبر سال 2010 به صورت انحصاری برای iOS منتشر شد. تم بازی کاملا هالووینی بود با مراحلی که حس سوال هالووین رو خیلی راحت به کاربر القا می‌کرد. توی دسامبر سال 2010 Angry Birds Season با تم کریسمس منتشر شد. این بازی 25 تا لول با تم کریسمس داشت برای 25 روزی که مونده بود به سال جدید. برای iOS این بازی صرفا یه آپدیت برای Angry Birds Halloween بود که مراحل کریسمسی رو به بازی اضافه می‌کرد، ولی برای اندروید این یه بازی جداگانه بود که هم Angry Birds Halloween هم Angry Birds Season رو توی خودش جا داده بود و یه جورایی میشه گفتش که Angry Birds Halloween با Angry Birds Season وارد اندروید شد. آپدیت ولنتاین Angry Birds سیزن توی فوریه سال 2011 منتشر شد و با این آپدیت یه سیزن جدید به بازی اضافه شد به اسم Hugs and Kisses که همونطور که از اسمش معلومه این سیزن سیزن ولنتاینی این بازی بود. کراسوور Angry Birds با انیمیشن ریو. اولین کراسوور تاریخ Angry Birds نتیجه شد بازی به اسم Angry Birds ریو. این بازی وقتی منتشر شد فقط دوتا سیزن داشت، یکی به اسم جانگل اسکیپ، یکی هم اسمشو یادم نمیاد. توی ماه مارچ سال 2011 آپدیت جدید Angry Birds سیزن به مناسبت روز پاتریک منتشر شد. سیزن جدیدی که به این بازی اضافه شد اسمش Go Green Get Lucky بود. توی آپریل سال 2011 به مناسبت عید پاک آپدیت جدید Angry Birds سیزن به اسم ایستر ایگ منتشر شد. توی ماه جون سال 2011 آپدیت جدید Angry Birds ریو منتشر شد. توی این آپدیت دوتا سیزن جدید به بازی اضافه شد به اسم بیچ والی و کارناوال.
توی ماه جون سال 2011 بودش که آپدیت تابستونی Angry Birds سیزن منتشر شد که سیزن سامر پیکنیک رو به بازی اضافه می‌کرد. Airfield Chase توی آگوست سال 2011 منتشر شد. توی سپتامبر سال 2011 مون کیک به مناسبت فستیوال نیمه پاییز چین منتشر شد. توی اکتبر سال 2011 آپدیت هاموین برای Angry Birds سیزن منتشر شد که ما برای اولین بار پرنده بابلز رو تو این سیزن تونستیم ببینیم. توی نوامبر سال 2011 چپتر نهایی Angry Birds ریو به این اسمه که بلد نیستم بخونمش منتشر شد. این چپتر اولش فقط 15 تا مرحله داشت که بعدن توی ژانویه سال 2012 15 تای جدید بهش اضافه شد. آپدیت جدید کریسمس Angry Birds سیزن به اسم Wreck the Halls توی دسامبر سال 2011 منتشر شد. این آپدیت کریسمس هم مثل آپدیت قبلی 28 تا مرحله داشت که یه جوری روز شماری میکرد تا سال جدید. آپدیت جدید Angry Birds سیزن توی ژانویه سال 2012 به مناسبت سال نو چینی منتشر شد. اسم این آپدیت هیرافدراگون بود یا همون سال اژدها و یه ویژگی که داشت این بودش که به جایی که عقاب چیز کنه اژدها چیز میکرد. Angry Birds فیسبوک یه بازی انحصاری برای فیسبوک بود که توی 13 فوریه سال 2012 منتشر شد، ولی بعداً توی 23 می سال 2012 این بازی به Angry Birds Friends تغییر نام داد که البته از همون موقعی که اومد تا همین الان توی ایران این بازی فیلتره. به فارسی فصل شکوفای گیلاس ژاپنی توی 28 فوریه سال 2012 معرفی شد و توی 7 مارس سال 2012 منتشر شد. تو فوریه سال 2012 روویو بازی جدید Angry Birds به اسم Angry Birds Space رو منتشر کرد. بازی که 60 مرحله با تم و گیمپلی فضایی داشت و همین گیمپلی متفاوت بازی باعث شدش که اون تبدیل بشه به یکی از موفق ترین نسخه های Angry Birds.
توی ماه می سال 2012 آپدیت جدید انگری بردز اسپیس به اسم اوتوپیا منتشر شد. دومین آپدیت تابستونی انگری بردز سیزن به اسم پیگلانتیس توی جون سال 2012 منتشر شد. برای اولین بار توی تاریخ انگری بردز آب به بازی اضافه شده بود و فیزیک متفاوت آب رو توی این بازی شاهد بودیم. سال 2012 سیزن بک تو اسکول به انگری بردز سیزن اضافه شد همراه با پرنده جدیدی به اسم استلا. توی 23 آگوست سال 2012 آپدیت رد پلنت برای انگری بردز اسپیس منتشر شد که باعث شد 20 تا مرحله جدید به بازی اضافه بشه. اولین اسپیناف انگری بردز بازی بود به اسم بد پیگز که توی 27 سپتامبر سال 2012 منتشر شد. توی این بازی شما باید سازه‌های شبیه به ماشین بسازید که خوک‌ها رو بتونن از نقطه شروع تا نقطه پایان حمل کنه. از چیزایی مثل چرخ و چوب و بادکنک و چتر و فنر و موتور و اینجور چیزا هم میشد استفاده کرد تا بشه همچین سازه‌ای رو ساخت. انگری بردز تریلوژی یک کالکشن ریمستر شده از سه تا بازی اول انگری بردز که برای کنسولای بازی منتشر شد. توی اکتبر سال 2012 آپدیت هانتد هاگز برای انگری بردز سیزن منتشر شد. این سومین سیزن مربوط به هالووینی بود که به این بازی اضافه میشه. فلایت این د نایت آپدیت جدید بد پیگیز بود که توی اکتبر سال 2012 منتشر شد. توی این آپدیت علاوه بر خوک ها شما با تخم مرغ را هم به خط پایان میرسوندید. انگری بردز استار وارز نتیجه کراسوور انگری بردز با فیلم استار وارز بود. این بازی توی 8 نوامبر سال 2012 منتشر شد. انگری بردز استار وارز بر اساس سگانه اصلی استار وارز به کارگردانی جورج لوکاس ساخته شده بود. خط داستانی که ما توی این بازی میبینیم تقریبا مشابه همون چیزی بود که ما توی فیلم میدیدیم. زمانی که این بازی منتشر شد واقعا متفاوت ترین چیزی بود که میتونستی از فرانچایز انگری بردز تجربه کنی.
پس اولین آپدیت بزرگ انگری برز استار وارز بود که 29 نوامبر سال 2012 منتشر شد. این آپدیت 20 مرحله جدید به بازی اضافه میکرد که بعداً توی 29 ژانویه سال 2013 20 مرحله دیگه به همین آپدیت اضافه شد. توی 1 دسامبر وینتر واندر هم برای انگری برز سیزن منتشر شد. بازم مثل آپدیت های کریسمس های قبلی، هر مرحله این سیزن مثل روز شماری بود تا سال جدید. خب پارت 1 تاریخچه انگری برزم همینجا تموم میشه. فکر کنم کل این سری نزدیک 5 6 تا پارت بشه و زور میزنم که سریعتر همشو بسازم که سریعتر تموم بشه. در هر حال مرسی که این ویدیو رو دیدین. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنین. اگه جدید هستین حتما سابسکرایب کنین و همین دیگه. شب بخیر.